السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ആഴ്ചകൾ തോറും നടക്കുന്ന മൗലിദ് മജ്ലിസിൻ്റെ 23/9/2021 മജ്ലിസിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അല്ലാഹു തആല നമ്മെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ, നമ്മുടെ മജ്ലിസുകളിൽ അല്ലാഹു തആല ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ, അതിൻ്റെ ഫലം കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും അല്ലാഹു തആല നിറവേറ്റി തരുമാറാവട്ടെ. إلى حضرة النبي سيدنا مصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. روى كعب الأحبار رضي الله عنه لما أراد الله تعالى إظهار النور المخزون وإبراز الجوهر المكنون من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها تهر فتاة في العرب وذلك في ليلة الجمعة من شهر رجب أمر رضوان عليه السلام ففتح أبواب الجنان وتزينت الحور والبلدان ودقت بشائر الأفراح وزهرت كواكب الصباح ونادى مناد في السماء والأرض ألا إن النور المكنون منه سيد البشر في بطن آمنة رضي الله عنها قد استقر. ولما انتقل نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها يهتز العرش طربا واستبشارا وزاد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا واستغفارا وأصبحت آمنة رضي الله عنها تلك الليلة والأنوار تلوح في جبهة المؤتمنة وآمنت به من المخاوف الكامنة وظهرت لانتقال نوره الآيات وتباشرت به جميع المخلوقات. ولما حملت به صلى الله عليه وسلم في رجب الحنا بشرت في شعبان بليل المنى وقيل لها في رمضان لقد حملت بالمطهر من الدنس والخنا وسمعت الملائكة في شوال يبشرونها بالظفر بغاية المنى ورأت الخليل إبراهيم عليه السلام في ذي القعدة وهو يقول لها بشري بصاحب الأنوار والوقار والسنى وآتاها في ذي الحجة موسى الكليم عليه السلام وأعلمها برتبة محمد صلى الله عليه وسلم وجاهه للسنة وناداها في محرم جبريل عليه السلام بأن وقت ولادتها قد دنا واصطفت الملائكة منزلها في سفر فعلمت أن موعد السرور قد قرب ودنا. ولما أهل ربيع الأول أضاءت الأرض والسماء وأشرقت البيت والصفا ثم لما جاء وقت الولادة وخرج منشور السعادة وجد بآمنة رضي الله عنها أمر الولادة وحان بروز الشمس سعادة تلالو الحق نورا الله ونشرت له في الكون على مرضى وإذا بطائر النبي الله قد سقط من الهوى فمر بجناحيه على بطن آمنة رضي الله عنها مسريع فضربها المخاض الليلة 12 من شهر ربيع الأول ولدت صبيحتها نبي ثقلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولد الحبيب السيد المتعبد والنور من وجناته يتبقد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غد جبريل نادى في منصة حسنه هذا مليه الكون هذا أحمد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غد هذا كحيل طرف هذا المصطفى هذا جزيل الوصف هذا السيد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غد هذا جميل النعت هذا المرتضى هذا مليه الوجه هذا اللوحد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غد هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنذيره لا يوجد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غد قالت ملائكة السماء بأسره ولد الحبيب ومثله لا يولد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غد بشرى لأمته برؤية وجهه هذا هو الجاه العظيم الذي يدو يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غد ولدته مختونا ومكحولا كما قد جاء في الخبر الصحيح المسند يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غد صلى عليك الله يا عالم الهدى ما ناح طير في الغصون يغلد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غد صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا صل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين جددوا إيمانكم ونوروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم
ألسنتكم بقولي لا إله إلا الله 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 ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ട ഈ മഹല്ലിലെ സഹോദരി, അല്ലാഹു തആല അവരുടെ ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ, അവരുടെ ബർസഖിയ ജീവിതം അല്ലാഹു തആല സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട ഒരുപാട് ബന്ധുമിത്രാദികൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, സഹോദരങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല അവർക്കൊക്കെ മഗ്ഫിറത്തും റഹമത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. പിന്നെ നമുക്ക് രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ, വ്യത്യസ്തമായ തരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകൾ, അല്ലാഹു തആല അവർക്കൊക്കെ ആജിലായ ശിഫ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അല്ലാഹു തആല അറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. വേദനകളിൽ നിന്ന് ശമനം നൽകുമാറാവട്ടെ. എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഷിഹാബുദ്ദീൻ സഖാഫി വളരെ പ്രയാസത്തിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരൾ മാറ്റിവെക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി ശ്വാസമെടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് അദ്ദേഹം മാറിയിട്ടുള്ളത്. വളരെ ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്, രണ്ട് മക്കളാണുള്ളത്. അല്ലാഹു തആല ആ യുവ പണ്ഡിതൻ്റെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീക്കിക്കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. സന്തോഷത്തോടെ ഒരുപാട് കാലം കുടുംബത്തോടൊന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹു തആല അവർക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ മക്കളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞവർ, വിവാഹത്തിൻ്റെ പ്രയാസം പറഞ്ഞവർ ഒരുപാട് ആളുകൾ, അല്ലാഹു തആല അവർക്കൊക്കെ എല്ലാ ഖൈറാത്തുകളും അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام واللافات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناكع والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتعصمنا من إنزال قهرك والوباء وتحجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد وآله الأبرار وأصحابه الأخيار اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه وما صليناه هدية واصلة آمين مقبولة منا إلى حضرة النبي سيدنا مصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وإلى حضرات آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرات أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وإلى حضرات أصحابه البدريين والأهديين والأخندقيين والحنينيين والتبوقيين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين اللهم وإلى حضرات سائر الأولياء والعلماء والشهداء والفقهاء والأئمة
المجتهدين والصالحين. آمين. اللهم زد لهم تشريفا وتكريما لديك يا رب العالمين. آمين. اللهم افض علينا من فيوضاتهم وانوارهم وبركاتهم في الدارين. آمين. اللهم بحقوق هؤلاء الشرفاء الفضلاء الكرماء المذكورين. آمين. اسرع سيرنا وحصل مرادنا واقض حوائجنا واشف امراضنا. آمين. وعد ديوننا وادفع بلياتنا يا دافع البليات. آمين. اللهم وإلى حضرات من ماتوا منا من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا. آمين. وسائر المسلمين كلهم أجمعين. آمين. وإلى حضرة من دفن حول هذا المسجد يا رب العالمين. آمين. اللهم اغفر لنا ولهم واجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم. آمين. مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آمين. رحمن رحيم ما يا الملك الجبار يا الله. آمين. ينقلوا دي دايا مولدك الصلاة ذكرك لني قبولك يا رحمن. آمين. أدل وانا أباقتك لني وطورت ما فاكترني الله. آمين. ربي أدن لبورنا ما يا بردفلم ينقلك نلقنا يا رحمن. آمين. ينقل لنا مرنا بتسار وكودم بادي غليلكم نيتك റഹ്മാനേ. റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നീ നീക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനേ. നിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈമാനോട് നേരിടാനുള്ള കഴിവ് നീ നൽകണേ അല്ലാ. ഈ കാലത്തും ഞങ്ങളുടെ ഈമാനിനെ നീ സലാമത്താക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. നിന്നെ വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളെല്ലാം നീ ഞങ്ങൾക്ക് പൊറത്തു തരണേ റഹ്മാൻ. തെറ്റിലേക്കുള്ള പാതകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ മറ നൽകണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ കാവല് നൽകണേ അല്ലാ. മഹാന്മാരുടെ ഹിമായത്തും മഹഫുവും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബെ നീ ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. തെറ്റിന്റെ അവസരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കി ഞങ്ങളെ നീ വളർത്തണേ റഹ്മാനെ. നിനക്ക് വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ങ്ങളിലും അയൽമുകളിലും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അൽമിന്റെ വഴിയിൽ മരണം വരെ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അൽമിലോടുള്ള റഹ്ബത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനെ. അൽമിനോട് റഹ്ബത്തുള്ളവരാക്കി തീർക്കണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ ദീനിനെ ധാരാളമായി പഠിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള തോഫിയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും നൽകണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഖൈറും ബറക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്ന ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിലെല്ലാം നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങളെല്ലാം ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ജോലിയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം നീക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തീർത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. കടങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബെ മാരകമായ സുഖങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. റബ്ബെ വേദനകളെ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഇബാദത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ നൽകല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ. മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ. കുടുംബത്തിൽ ഐശ്വര്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഐക്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഭദ്രത നൽകണേ റഹ്മാനെ. പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം നീ നീക്കിക്കളയണേ റഹ്മാനെ. ഈമാൻ സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാ. കമിലായ ഈമാനോടെ മരിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഹബീബിനോട് ചേർന്ന് സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. വിശുദ്ധമായ റബിയുൽ അവൽ ഞങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. ആ മാസത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കൽബിനെ ഹബീബിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തരണേ റഹ്മാനെ. മുത്തനബിയുടെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ പെടുത്തി തരണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ ആതിന ഫി ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസന വഖിന ആദാബന്നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അന്തസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അന്തത് തവ്വാബുർ റഹീം വഗ്ഫിർ ലനാ യാ ഗാഫിറൽ മുസ്നിബീൻ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീം. بفضل صلى الله على محمد
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.